به سرزمین ما خوش آمدید. برنامه سرزمین ما از شبکه تلویزیونی ایران فردا، سرزمین ما، سرزمین من و شما، ایران. سرزمین در بردارنده اقوام مختلفی که در کنار هم ترک و بلوچ و کرد و لور و ترکمن و عرب احوازی و اصفهانی و شیرازی رنگین کمان ملت ایران رو تشکیل میدهند. با موسیقی خود، با هنرهای مختلف خود در سرزمین ما چهرهای بسیار در اقصا نقاط ایران تلاش کردند طی سالها، دهها، قرنها فرهنگ تنومندی رو ساختند و پیش بردند و حفظ کردند، پیش از هر چیز و بیش از هر چیز، تا به امروز روز رسید. همچنان درگیر و دار روزگار، اما گرفتار فشارها و مزاحمت‌های تندروان مذهبی. ممنونیت برای صدای بانوان، ممنونیت برای بسیاری از سازها در کنار هم در سالهای پس از انقلاب و در زمینه‌های دیگر. سرزمین ما سرزمین موسیقی نیز هست، سرزمین من و شما و موسیقی و نام‌های بسیار در موسیقی ایران، از نکیسا و باربد تا به روزگار معاصر، خالقی ها، مجد ها، کسایی ها و بسیاری دیگر. در این شماره از سرزمین ما یکی از بزرگان موسیقی معاصر ما، یکی از بزرگان معاصر ما در موسیقی ایرانی با من و شما هستند. در خارج از ایران آقای نادر مجد عزیز و ارجمند. با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر همراه با آقای نادر مرد، موسیقیدان در واشنگتن. تا لحظات دیگر. آقای مجد گرامی، سلام به شما و خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتید، با من و بینندگان ما هستید. سلام جمشید جان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی ممنون از دعوت شما، خیلی متشکر. من یک معرفی بسیار کوتاه از آقای مجد و میگذاریم، چون بیوگرافی ایشون در عرصه‌های دیگه طولانی تر از وقت برنامه ماست. آقای مجد دارای درجه دکترا در اقتصاد هستند، حدود 3 دهه و شاید هم بیشتر با بانک جهانی در واشنگتن همکاری داشت. چه فعالیت‌هایی در این زمینه داشتن؟ گفتم وقت بیشتری رو می‌طلبه، امیدواریم در برنامه‌های دیگه. اما از همینجا شروع کنیم آقای مجد عزیز. پلی که شما بین اقتصاد ساختید و موسیقی، تار، ساز اصلی شما، این پر رو نادر مجد اینجا در واشنگتن چطور ساخت در خلوت خودش؟ خدمتتون عرض کنم که اگر به آدمی بیاندیشید، انسان تشکیل شده از احساس و اندیشه. ما اندیشه رو صرف اقتصاد کردیم و احساس رو صرف موسیقی. به این ترتیب تونستم پلی بین اندیشه و احساس به وجود بیارم همیشه در زندگیم. خب یعنی مصالح این پر رو از شما از کجا در دسترستون بوده؟ از ایام کودکی یا نه در میونه راه؟ از کجا میاد؟ جنس این مصالح چی هست؟ والا موسیقی از کودکی با من بوده، از 5 سالگی، و همونطور که میدونید در خانواده ما موسیقی یه حالت ژنتیک داره، یعنی
اصولا پدرها و عموهای من و حتی فرزندان من همه با موسیقی به دنیا میان. این ژن در ما هست. بعد البته در شرایط ایران در آن زمان آنچنان مساعد نبود که من برم دنبال موسیقی، و همین ترتیب رفتم سراغ درس و مشق و سر از اقتصاد در آوردم. این است که در مورد از نظر کاری و شغلی همیشه مشغول کارهای اقتصادی بودم، در بانک جهانی و سازمان برنامه و غیره و ذالک، اما از نظر احساس همیشه این موسیقی با من بوده و تمام زندگیم به قول معروف بعد از اینکه اومدم و از بانک جهانی بازنشسته شدم، از کار گل رفتم به کار دل در حقیقت، و تونستم این احساسی که با من تمام عمرم بود تونستم جمع و جورش کنم و سر و سامانی بدم و در اینجا مشغول شدم و مرکزی رو درست کردم در وینای ویرجینیا که در اونجا به تدریس و همچنین آهنگسازی و کنسرت و غیره مشغول می باشم. شما به خانواده اشاره کردید. عموی شما از بزرگان موسیقی ایران، لطف الله خان مجد، در کنار کسانی مثل جلیل شهناز از بزرگان تار ایران، استاد بزرگ تار ایران، شما با ایشون برخوردی، مجالی آموختنی از ایشون، تشویقی؟ مطمئنم بینندگان ما کنجکاو هستن بدونن. بله بله، من اولا تار رو من از پدرم، خود پدرم ساز میزد و عموهای من همه ساز میزدن، و زمانی لطف‌الله مجد برای ماموریت به ساری آمده بود و من در آن زمان دبستان و دبیرستان رو طی میکردم و روزها میرفتم پیش ایشون و از مظهر ایشون استفاده میکردم و درس میگرفتم. این بود که در حقیقت زیر بنای کار ساز تار از ایشون هست و تقریبا سبک ایشون رو هم من ساز میزنم. بله. یعنی زمانی هست که لطف الله خان مجد در رادیو هستن و به شهرت خیلی وسیعی در ایران رسیدن، این زمان هست نه؟ درسته، ایشون در رادیو هستن و خب ایشون ماموریت های اداری هم داشتن در مناطق مختلف ایران، از جمله به مازندران اومده بودند زمانی و من در اون زمان کوتاه بود که از ایشون استفاده کردم. کارشون چی بود؟ ایشون در، اگر اشتباه نکنم، در اداره دارایی یا دخانیاتی همچین چیزی کار میکردن، شغل اداریشون بود. بله. تو هم تو که میدونید متاسفانه با موسیقی نمیشد زندگی کرد در گذشته، شاید به همین دلیل هم بود که من به سراغ اقتصاد رفتم تا بتونم زندگی رو بگردونم، چون در اون زمان، حالا البته من الان نمیدونم آیا موسیقیدان ها میتونن از طریق موسیقی در ایران زندگی کنن، چون اون موقع عملی نبود و اکثر موسیقیدان ها کارهای دیگر جنبی هم داشتن در حالی که در رادیو کار میکردن. خب موسیقیدان هایی بسیار داریم، من اسامی اگر بخوام بگم طولانی تر از برنامه ما میشه، از پرویز یعقی همینطور بریم، تجویدی، لشکری ها، بدیعی، معروفی و و و همینطور هرچی که به پیشتر بریم قدیمی تر میبینیم که وضعیت چندان مناسبی بسیارشون نداشتن. این رو البته باید بگیم، یعنی اعتراف بکنیم که ما هیچ نویسنده و شاعری رو هم نداریم که از طریق فروش آثارش زندگی نسبتا معقولی داشته باشه یا اساسا زندگیش بگذره، و عجیب هست به هر حال دست کم، ولی این ادعا رو به وفور داریم که ملت فرهنگ پروری هستیم و بسیار حامی فرهنگ هستیم که به نحوی هستیم، اما در زندگی روزمره این یکی از موضوعات بسیار مهم قابل بحث و بررسی و کنکاش هست. درست میفهمید، همینطور که میفهمید. بله. ولی چه شد آقای مجد وقتی که به آمریکا اومدید؟ در آمریکا با شغل پر وقت، یعنی وقتگیر بانک جهانی، این شعله رو در دل خودتون همچنان نگه داشتید و به اصطلاح شعله ورتر شد این عشق درون شما به موسیقی؟ خدمتتون عرض کنم که این موسیقی یا شعر یا هنر اصولا
چیزی نیست که وقتی که در درون شما هست شما بتونید کنارش بذارید، ولتون نمیکنه. یعنی مرتب من حتی در ماموریت های بانک میرفتم به افریقا یا خاورمیانه و غیر و ذلك، یا کتاب شعرم همراهم بود یا سازم همراهم، ستارم همراهم بود. این است که شما نمیتونید این رو بذارید کنار، چیزی نیست، در درونتون هست و تمام زندگیتون با شما هست، یعنی چاره ای ندارید، یعنی خواست شما نیست که بذاریدش کنار. یه وقتی از شما میرید مدرسه یه درس موسیقی میخونید، یه چند سالی البته شاید پدر مادرتون بخواد، شاید یه مقداری علاقه دارید، میرید چند سباهی درس موسیقی میخونید، بعد میرید مثلا پزشک میشید یا میرید مهندس میشید، دکتر میشید، غیر و ذلك. ولی وقتی که شعر یا موسیقی یا هنر اصولا در درون شما شعله میکشه، شما نمیتونید این رو ولش کنید، دست از سرتون بر نمیداره. این است که این دائم این احساس و این شعله در من بوده و هیچ وقت از بین نرفته. یعنی تمام زندگیم، حتی تصور میکنم بدون موسیقی به قول نیچه زندگی اشتباه بزرگی است. برای من حداقل این گفته نیچه خیلی اهمیت داره. برای من زندگی بدون موسیقی اصلا چیز بی‌معنی و اشتباه بزرگی است. این است که دائم با من بوده و این در حقیقت انتخاب من نبوده که این رو بذارم کنار یا با خودم داشته باشم. در درونم همیشه شعله می‌زده و اتفاقا بسیاری از آهنگ‌ها رو که من ساختم شاید در گوشه ای از افریقا تنها نشسته بودم بعد از کار و اونجا ساختمش و الان روی یوتیوب هم هست، پیک سبز به عنوان مثال که با ارکستر اجرا کردیم. این است که همیشه با من بوده این احساس و این شعله. یعنی میشه گفتش که این موسیقی است که نادر مجد رو انتخاب کرده، نه؟ دقیقا همینطوره که شما حق انتخاب ندارید، شما انتخاب شده هستید برای این کار. کس که شاعر هست دیگه نمیتونه یعنی شما نمیتونید مثلا تصور بفرمایید که ما شاعرای معاصر ما نیما و اخوان و شاملو و غیروزرک هیچ کدومشون به مدرسه نرفتند، اینها یعنی به دانشگاه نرفتند. منظور من در دانشگاه ادبیات ما خیلی استاد داشتیم ولی شاعر نبودند. شاعری یا موسیقیدانی، نوازندگی، نقاشی، اینها چیزای انتخابی نیست، در درون شما هست و میجوشه دائم و شما نمیتونید این رو رها کنید، یعنی اصلا حق انتخاب ندارید. نادر مجد و گوشه ای از موسیقیه.
آقای مجد عزیز، مطمئنم به بسیاری یا قطعا همه بینندگان ما مثل من لذت بردن از این گوشه ای از کار شما، هنر شما. من مصاحبه از شما رو خوندم و شنیدم در واقع که اشاره کردید به طبیعت زادگاه خودتون مازندران، بله، و نوجوانی رو که در اونجا بودید و شباهت واشنگتن، این منطقه ای که من و شما هستیم، به مازندران، این هم شما رو به شوق آورده به یک معنی. پرسش من اینه که چه اندازه یک هنرمند، یک موسیقیدان مثل شما با طبیعت در ارتباطه؟ چقدر طبیعت، این هماهنگی که بین روح و جان و روان خودش و طبیعت میبینه، چقدر در کارش موثر هست؟ یا اساسا وجود داره نداره یک هماهنگی بین هنرمند نادر مجد و طبیعت؟ مسلما اینطوره جناب چالنگی، برای اینکه اولا ما در محیط زندگی میکنیم و شرایط اقلیمی حتی در شکل گیری تفکر ما هم خیلی مهم هست. انسانهای کویری و انسانهای مناطق سرسبز دوگونه فکر میکنن. این است که خانه‌ها طبیعت به عنوان الهام بخش کارهای شما در اونجا حضور دائم داره. به عنوان مثال شما اگر به شعرهای سهراب سپهری توجه کنید، همش می‌بینید عناصر کبیری مثل کوزه یا کاشی یا غیرزالک درش هست، در حالی که در اشعار نیما دریا و ابر و کوه و دره و غیرزالک. اینجا همونطور که فرمودید منطقه واشنگتن بسیار سبز و خرم هست و تقریبا درست شبیه مازندران خود ما، البته خیلی وسیع تر هست اینجا و بزرگتر، اما درست برای من تداعی میکنه دوران کودکیم رو که در دشت ها و مزرعه های سبز و جنگل و دریا و کوه و در این فضا بزرگ شدم و به طور قطع الهام بخش کارهای من هست این طبیعت. و انسان هم سعی میکنه با تمام مشغله‌ای که داره و زندگی نمیذاره که این هارمونی به وجود بیاد، گهگاهی به سراغ طبیعت بره و بتونه این هارمونی رو فراهم کنه. اتفاقا موسیقی این رو، این توجه رو در آدم‌ها به وجود میاره که گهگاهی به اطرافشون، به طبیعت، به زیبایی‌ها نگاه کنن و این همه بی‌تفاوت نسبت به زیبایی های اطراف نباشن. اشاره کردید که برخی از کاراتون زمانی که در مأموریت بودید برای بانک جهانی در کشورهای از آفریقا در اونجا ساختید، یعنی این خب نشون میده که شما هر جایی که هستید موسیقی شما با شما هست و همراه شما و همسفر شما ساز شما. بله. آیا این ساز پل بین نادر مجد و سرزمینش نیست؟ سرزمین ما ایران؟ صد درصد اینطور هست.
صد. من البته سعی کردم هر سال یکی یه سال در میون سری به ایران بزنم، چون همونطور که میدونید منبع الهام ما در اونجا در ایران هست و مردم ایران، سرزمین ما و مناطق مختلفش. این است که این ساز در حقیقت همونطور که شما به درستی اشاره کردید پلی هست بین من و، البته من به ادبیات هم خیلی علاقمند هستم و همچنین فلسفه هنر، از اون طریق هم ارتباط ایجاد میکنم با سرزمینم. ولی موسیقی خب در درجه اول برای من به خودی خود و نفس خودش اهمیت داره، بعد هم پلیس بین من و سرزمین ما ایران. شما تا اونجایی که من اطلاع دارم به دلیل شوق و علاقه و عشق کلاس هایی رو هم دائر کردید، درسته؟ تا چه اندازه نسل جدید، بچه هایی که خارج از ایران بزرگ میشن، بچه هایی که در منطقه واشنگتن بزرگ که شامل مریلند و ویرجینیا هم هست، علاقه مند هستن و این علاقه رو شما ناشی از چی میدونید؟ بچه‌ای که اینجا به دنیا اومده داره مدرسه میره یا حتی دانشگاه داره میره ولی میاد میشینه از شما تار یا سازهای دیگه رو یاد میگیره، چی هست پشت این قضیه؟ در درجه اول در سنین کودکی به نظر من خانواده خیلی مهم هستن. اکثر افرادی که بچه هاشون رو از سنین پایین 5-6 سالگی به مدرسه و مرکز ما میارن، اینها اهالی آدم هایی هستند، اهالی فرهنگ من اسمشون رو گذاشتم، و علاقه دارن به فرهنگ و تمدن ایران و نمیخوان نه تنها خودشون قطع رابطه کنن بلکه بچه هاشون هم دلشون میخواد این ارتباط رو داشته باشن. برای همین کلاس های فارسی میذارنشون و سعی میکنن با فرهنگ و ادب و موسیقی و غیر و ذلک ایران آشنا بشن. ولی بعدها اینها خودشون دو گروه میشن، یک گروه خیلی علاقمند باقی میمونن و تقریبا تا زمانی که به دانشگاه میرن با من هستند و ما در اینجا برای خردسالان در سال دو تا برنامه میذاریم، یکی برنامه نوروز هست و یکی مهرگان. اتفاقا برنامه مهرگان هم روز 18 اکتبر با این بچه ها ما برنامه داریم. این است که اونها با من میمونن در ارکستر، به اصطلاح من یه ارکستر بزرگ چکاوک دارم، یه ارکستر چکاوک جوانان یا جونیور چکاوک اسمش هست، اون رو هم دارم که این جوانان در اونجا میزنن. البته متاسفانه وقتی که خیلی خوب میشن و میرن به دانشگاه ها و از این منطقه میرن و بعد دیگه بستگی به خودشون داره که تا چند اندازه جذب دنیای کار و بازار اینجا بشن و تا چند اندازه بتونن این رو در خودشون نگه دارن. البته از این نظر هم خوب هست که من علاوه بر این که این بچه ها موسیقی یاد میدم، گاه گاه راجع به تاریخ و فرهنگ خودمونم باشون صحبت میکنم و از بزرگانمون، شعرا، فلاسفه، از ابن سینا ها، از فارابی ها، از حافظ ها، مولانا ها و سعدی ها، فردوسی، اینا هم براشون گاه گاهی در حاشیه براشون میگم که اینها بتونن با فرهنگ و تمدن خودشون هم آشنا بشن. میشه حدوداً بفرمایید چند سال هست که شما این کلاس ها رو دارید و تعداد کسانی که این دوره ها رو گذروندن، آموزش دیدن، حدوداً چند نفر بودن تا به امروز؟ والا من از سال 1998 میلادی، یعنی حدودش 15 سال پیش این مدرسه رو باز کردم و از اون زمان تا حالا شاگردای بسیار زیادی، حتی نه تنها ایرانی ها بلکه امریکایی هم، من هنوزم شاگرد و دانشجو ما داریم هنرآموز، و شمردن این 15 سال برای من مشکل هست که بتونم دقیقاً که چقدر در این 15 سال بچه ها اینجا با موسیقی آشنا شدن و رفتن. ولی اگر حساب کنید یه چیزی حدود 40 نفر مثلا در هر سال یا 30-40 نفر میتونید ضرب کنید و شاید 500-600، البته نمیتونم دقیقا خدمتون بگم که چقدر هست، حدود 500-600 نفری باید باشن در این 15 سال، شاید هم بیشتر.
و اینا تناسازی که یاد میگیرند یا میگرفتند چه گذشته چه الان تار هست یا نه سازهای دیگه؟ چون من میدونم شما سه‌تار دوتار. بله، من خدمتتون میگم از بچگی اولین سازی که یاد گرفتم سنتور بود به طور رسمی، بعد ویولون یاد گرفتم، بعد تار و سه‌تار و کمانچه. بنابراین اکثر این سازها رو خود من درس میدم به اضافه آواز. این است که اکثر این سازها رو هم من میدونم و هم درسش رو خوندم و هم میدونم چگونه باید به اینها یاد بدم. و این است که سنتور، کمانچه، تار، ستار، ویولون و آواز رو من به این بچه ها خودم درس میدم. گوشه دیگر از آنچه که نادر مجد در واشنگتن انجام میده، گوشه دیگر از هنر والا و ارجمند نادر مجد، موسیقی ایرانی. دیدیم و همراه شما عزیزان من نیز لذت بردم از کار ارزنده آقای مجد عزیز. آقای مجد گرامی، شما ببینید، این پرسش برای من همیشه بوده که وقتی که ما میگیم موسیقی ایرانی، این موسیقی آیا میتونیم تشبیهش بکنیم به یک نهر تنومندی یا نهر وسیع یا نهر پرجریانی که شاخه‌های متعددی داره، که نه اینکه این شاخه‌ها جدا میشن بلکه رودخانه‌های دیگری هستن که میپیوندن و چنین شط عظیم و جلیلی رو به وجود میارن؟ آیا چنینه؟ منظورم موسیقی‌های مناطق مختلف ایران هست. بله، درست میفرمایید. ما البته میدونید موسیقی در تمام شون زندگی هست. ما موسیقی بزم داریم، موسیقی رزم داریم، موسیقی عزا داریم، موسیقی عروسی داریم. و این است که به طور کلی اگر ما موسیقی ایران رو بخوایم تقسیم بندی کلی بکنیم، یه موسیقی ردیفی هست که در حقیقت رپرتوار موسیقی ایران هست و هزاران ساله که با ما بوده، و دیگری موسیقی سرزمین‌های مختلف ایران هست که زیبایی خودش رو داره، در این سادگی بسیار زیبا و قشنگ است. این مجموعه یعنی هم موسیقی محلی ما و هم موسیقی ردیفی ما، این اساس موسیقی سنتی ایران یا موسیقی کلاسیک یا محلی ایران رو تشکیل میدن. اما بعد بقیه انواع موسیقی هم هست. شما مثلا در عروسی هم خب موسیقی دارید، پاپ میوزیک دارید، موسیقی کوچه و بازار ما بهش میگیم، موسیقی مردمی یا کوچه و بازار از قدیم هم بوده. ولی اون دو گروه دسته گروه هستن که موسیقی تقریبا شاخص و فاخر ایران، موسیقی محلی و موسیقی ردیفی ایران هست. من یک اصطلاحی به کار بردم آقای مجد عزیز، باید توضیح بدم به بینندگان، چون در این مورد من بسیار وسواس دارم که حتما بگم.
اگر حرفی از من نیست. اصطلاح شد جلیل رو به کار بردم. این اصطلاح رو من وام گرفتم از شعر شاعر عزیزمون، شاعر خوزستانی و دوست عزیز من روانش شاد، عظیم خلیلی گرامی، که شعری داره شد جلیل شب جاری بود و بقیه شعر. این اگر من گفتم شد جلیل موسیقی ایرانی، وام گرفته بود این اصطلاح از عظیم خلیلی. شعر بسیار زیبایی است. آقای مجد عزیز، برخورده ببینید، آیا موسیقی ایرانی در اینجا کاری که شما میکنید، یک جزیره است در واشنگتن یا نه مرتبط هست شنوندگان بینندگان کنسرت های شما و غیر ایرانی هستن، مرتبط هست با مراکز فرهنگی آمریکا یا خیر؟ من در دانشگاه مختلف رفتم و در حقیقت هم راجب موسیقی صحبت کردم، هم ساز زدم، از دانشگاه هاروارد گرفته، جورج واشنگتن، جورج تاون، نمیدونم جیمز مدیسن تا فلوریدا و غیره. ذلك یه بخش کار ما همین آشنا کردن جامعه میزبان هست با فرهنگ و تمدن و خصوص با موسیقی ما. یه بخش دیگه کنسرت ها هست، هر از گاهی یکی دو سالی یک بار ما یه کنسرتی میذاریم که معمولا میان، البته انتظار داریم بیشتر بیان، ولی خب حدود 500-600 نفری در شهر واشنگتن و هومه، همونطور که گفتید، ویرجینیا و مریلند میان. در مورد عکس العملی که ما دیدیم از امریکایی‌ها در مورد موسیقی ما، خیلی جالب بود برای من که اینها میدونید که اینها برخلاف ما در مدارس اگر شده یه سازی رو یکی دو سالی زدن یا یه تجربه‌ای روی موسیقی دارن، به همین دلیل وقتی که در کنسرت میشینن در سالن کنسرت یه آگاهی یه زمینه قبلی دارن، برخلاف ما ایرانی ها چون در مدرسه این درس رو نخوندیم و کاملا ناآگاه هستیم و برخورد ما با موسیقی بسیار غریزی است، در حالی که مال اینها روی دانش هم هست. به این ترتیب من وقتی که با اینا برخورد میکنم و عکس العمل اینها رو میبینم، خیلی جالب هست که میبینم خیلی لذت میبرن و گاهگاهی که نظریاتی برای ما میفرستن یا در تماس با من صحبت میکنن، میگن چقدر این موسیقی پیچیده است و چقدر ظریف و به اصطلاح با آغاز میانه و انتهای، یعنی کاملا حرکت ملودی رو میفهمن که آغازی دارد، یک به اصطلاح میانه‌ای دارد و انجامی. این است که بر من جالب اینها اظهار نظر میکنن. این است که ما در زمینهای مختلف سعی میکنیم که هم ایرانی های اینجا رو و هم جامعه میزبان رو با موسیقی که یه بخش بزرگ ستون اصلی فرهنگ ما و تاریخ ما هست آشنا کنیم. حالا در کنار این ستون دیگری است شعر ایرانی، تا چه اندازه مرتبط هستند به هم شعر ادبیات ما که بیشتر در شعر بیان میشه و نمود داره و جلوه داره؟ من تصور میکنم یه مقدار خیلی زیادی این شاید بستر اجتماعی و فرهنگی جامعه ما هست، شاید مسئله به یه مقداری به دین ما مربوط بشه. شعر در ایران در حقیقت از همه هنرها سر هست دیگه. آنچه که سایر هنرها نتونستن در طول تاریخ خودشون رو نشون بدن، شعر در حقیقت پرچمدار تمام هنرها بوده. اگر شما به شعر ایرانی، شعر فارسی دقت کنید، میبینید موسیقی توش هست، نقاشی توش هست، مجسمه سازی توش هست، آرشیتکت توش هست، یعنی تمام هنرهای دیگر رو شعر اومده و در حقیقت گذاشته زیر بال خودش و در تاریخ آورده. این است که شعر، ما شاید تنها کشوری باشیم که شعرهای ما در زندگی ما دائم حضور دارند و مرتب باشون زندگی میکنیم، یعنی برخلاف کشورهای غربی و اینا که شاعر خب یه نقشی داره، مثل دکتر، مثل
مهندس، ولی شعرهای ما شاید اسطوره های ما در نزد روشنفکران ما اسطوره ها همین شعرهای ما باشند که ما دائم با اینها زندگی میکنیم. این است که نسبت به سایر هنرها شعر همیشه برجسته بوده و تقریبا مخالفتی هم باش نبوده. خب آقای مجلبتی، بحثی است در پرانتز که امیدواریم این بحث رو در برنامه دیگه باز بتونیم برسیم بهش، که میگن این هم حسن یک جامعه است و هم میتونه نقطه ضعفش باشه، به این معنی که به همین دلیل که شعر جای همه چیز رو گرفته یا به قول شما زیر پروال خودش گرفته، امکان رشد بقیه چیزها رو فراهم نشده در جامعه، از جمله تفکر. یعنی اکنون تاریخی خودش رو ایرانی باز همچنان با زبان حافظ توضیح میده. خوبه بده این بیان کننده چی هست فعلا مورد بحث ما نیست، امیدوارم در این برنامه حتما در این زمینه بله جالب فرمودید. و حالا اگر بحث باز بشه به شما خواهم گفت که حافظ مطلع به گذشته نیست، اتفاقا جامعه جهانی امروز بیشتر به حافظ نیازمند هست تا 700 سال پیش. اگر بحثی شد این رو باز میکنیم، ولی حتما نه این سو تفاهم نشد که تفکر گذشته است، نه از سر این هست که انسان امروزی وقتی میخواد وضع خود امروزش رو شهر بده، راحت ترین کار براش اینه که خب میگه در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشایند. این امروز خودش رو، حتی این بزرگی حافظ رو میرسونه وسط نظرشو، ولی مشکل انسان امروز رو به نحوی میرسونه که خودش درک زمانش رو از زبان حافظ میگه. و ما این بحث رو حتما ادامه خواهیم داد، اما باز دل میسپریم به گوشه دیگر از هنر نادر مشت. بله
قطعه زیبای دیگری بود از هنرمند ارجمند ما آقای نادر مجد گرامی. آقای مجد، بینندگان ما غریبه نیستند، همه ما در خلوت خودمون گاهی زمزمه میکنیم ترانه های آواز هایی از سرزمینمون. نادر مجد، من این رو میدونم که گاه با لهجه و زبان خود مازندرانی شما همراهی میکنید سازتون رو، نیست؟ دقیقا بله، گاهی بله. بله. و برای جمع یا نه در خلوت خودتون؟ نه اتفاقا قطعه هست، شاید شما بتونید بشنوید، قطعه مازندرانی هست. ما یه برنامه در یادم میاد حدود 20 سال پیش بود که یونسکو یه برنامه گذاشته بود برای 100 سال نیما یوشیج و در اونجا ما یک به اصطلاح مجموعه تهیه کردیم از شعر و موسیقی با دکتر فرامرز سلیمانی دوستم که شاعر هست و در اونجا من قطعاتی رو با تار نواختم و قطعات اشعار مازندرانی و دو بیتی های مازندرانی رو روش خوندم و الان اون سی دی و نوار هست و فکر میکنم روی اینترنت هم باید باشه. این حالا اگر نبود من میتونم یه نسخه براتون بفرستم. گاهگاهی بله، زمزمه هایی در از آهنگ ها و ترانه های مازندرانی رو خودم انجام میدم. بله، زمزمه اسپورت از آقای دکتر فرامرز سلیمانی برای من جالب هست. شما در زمینه اقتصاد و بعد موسیقی، دکتر فرامرز سلیمانی در پزشک حاضری هستند، تخصص زنان هست ایشون و سالیان سال در ایران و بعد آمریکا و الان اگر اشتباه نکنم در نیوآرلینز هستند. بله درست. و در زمینه شعر، صاحب کتاب‌های شعر مختلف و منتقد بسیار پرکار در زمینه شعر بودن، چند کتاب در نقد شعر هم ایشون منتشر کردن. خوشبختانه دوره طولانی نیست، ما همکار بودیم، ایشون در مجله تماشا صفحات نقد شعر رو اداره میکرد. هر جا اصلا عمرشون دراز، تندرستیشون پایدار. آقای مجد گرامی، شما الان وقتی که نگاه میکنید به روند موسیقی نسل پس از شما در زمینه سازهای ایرانی، در زمینه موسیقی ایرانی، به ما چه خواهید گفت؟ مجد خوشحال و خندان خواهد بود، شادمان یا نه؟ آیا راجب نسل بعد از ما که صحبت میکنید؟ خب من شاید بتونیم، حالا البته بر مفصل هستیم، بعد شاید موسیقی ما رو از نظر زمانی شاید بتونیم به سه دوره، دوره قاجار، موسیقی دوره قاجار و بعد دوره پهلوی و بعد موسیقی بعد از انقلاب بتونیم تقسیم کنیم و ویژگی های هر دوره رو شاید بشه مختصرا بهش اشاره کرد. در این دوره من به طور مختصر، حالا که برنامه هم داره تموم میشه و در آخرین لحظاتش هستیم، خدمتتون عرض کنم که در این دوره رگه هایی دیده میشه و امیدها و جرقه هایی هست که من فکر میکنم شاید یه تغییر بنیادی در موسیقی ایران به وجود بیاره. حالا البته وقت بیشتر بشه بیشتر توضیح خواهم داد. آقای مجازید، اگه بخوان کسانی با شما در تماس باشن یا با گروه چکاوک، به چه طریقی میتونن در تماس باشن؟ نشانی ایمیل، فیسبوک؟ بله، ما یه هم فیسبوک خود نادر مجد هست، میتونن اونجا با من تماس بگیرن و همین که cpcm.com Center for Persian Classical Music.com که ابریویشن به اصطلاح مختصرش میشه cpcm.com، اونجا هم میتونن با من تماس بگیرن و فیسبوک من یه صفحه‌ای به نام نادر مجد هست که اونجا شاید بهتر از همه باشه بتونن تماس بگیرن. من فقط میخواستم اینجا از شما به اصطلاح قول بگیرم که در برنامه دیگه، چون اشاره کردید که موسیقی ایران رو به سه دوره تقسیم میکنید یا شاید هم دورهای بیشتر،
به این سه دوره و یا دورهای بیشتر رو در برنامه دیگه ما میتونیم بپردازیم، اساسا به این موضوع، به بررسی تاریخ موسیقی ایران آنگونه که برای بینندگان ما قطعا جالب خواهد بود. مطمئنن. البته منظورم خب موسیقی ما از زمان رودکی و فارابی و اینا هم داشتیم، این که من گفتم بیشتر موسیقی معاصر منظورم بود. به دوره تقسیم میشه. بعد ما شاعران بسیاری هم داشتیم که خودشون چنگ یعنی موسیقی می نواختند. بسیار رودکی، بله، نمونهش رودکی هست دیگه، چنگ رودکی معروف است. بله رودکی هست. رود به روایتی کلمه رود یعنی سیم ساز، یعنی تار سیم. بله. رو بر رودکی حالا به روایتی میگن، البته ممکنه منطقه‌ای هم باشه، چون رود می نواخته بهش میگفتن رودکی. البته روایت است، این مستند نیست از نظر تاریخی. بله با آقای نادر منش حتما در برنامه دیگه در سرزمین ما خواهیم بود، خواهیم پرداخت به تاریخ موسیقی ایران در دوران معاصر، تحولاتی که شاهدش بوده، روندی که پیدا کرده، فشارها و مزاحمت‌هایی که در طول تاریخ متوجه رود همیشه جاری موسیقی ایران بوده و از زبان ایشون، یک هنرمند برجسته ما و یک مورخ و معلم موسیقی، معلم ارجمند موسیقی ما خواهیم شنید. جناب مجد، مجدداً سپاسگزار هستیم از شما به نمایندگی از بینندگان نیز. خیلی متشکر از دعوتتون. به پایان میبریم این برنامه رو با قطعه دیگه از آثار آقای نادر مجد گرامی، با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری کوساران دنا دراک الوند کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، دلهایتان همواره شاد. به صبح شب
how.